بچه همه برگشتن دوستان بسم الله رو بگیم ببینم همه بگن بله من اسما رو چک بکنم یه لحظه بدو صداش بزنیم بشه خب عرضم به خدمتتون این که خب سلام سقا جان خب بریم بقیه کجان خوابن؟ خب من چند تا نکته بگم اول تصویر من خوب داشته باشین که دیگه بعدا نخواهیم با هم دیگه جنگ و دعوا داشته دانی که عرضم به خدمتتون سر کلاس اول که غایبه که خب هیچ دستش هم در نکنه که غایب ولی اون دوست عزیزی که میاد حضوری میزنه برام غایب حالا شاگردا معمولاً همه با هم دیگه دوستیم رفیقیم نداشتیم همچین سیستمی و نه تهران من همچین سیستمی داشتم نه اهواز نه شیراز نمیدونم چرا امروز اصفهان اینطوریه میان حضور میزنن پا میشن میرن علتشو من نمیدونم ولی اگر که دوستی نمیخواد کلا سر کلاس باشه خودش به من اعلام بکنه اوقات نمره مستمر نداری که هرچی امتحان گرفت همون دعوام با هم نداری ولی اگه دوستی که میاد و غیبت میکنه الان اونا که غیبت کردن که نیم نمره کم میشه اونایی که اومدن سر کلاس خب ما که اومدن سر کلاس بعدن الان ما چکشون کردیم نیستن من نمیخوام پلیس و شما مثلا کلاس های خود من همیشه اول کلاس یه حضور قیابه تمومشه میره همه همزمان جواب میدن من میرم سوال میپرسم 20 نفر فقط جواب منو میدن حتما 100% این نمره ازشون کم میکنم همین امروز در جریان باشه که بعدن این نمرش کم شد ناراحت نشه حتما به دوستان نتم ضعیف بود و نمیدونم اون اینترنتم قطع شد و گوشیم زنگ خورد و لپتاپم منفجر شد و اینجور چیزها نداریم همه شماره خانم محمودی داره خانم محمودی هم اینجا ما در خدمتشون هستیم کسی مشکل پیش میاد بلافاصله بعد آن تایم زنگ بزنه بگه آره من مشکل دارم فعلا و نمیتونم مثلا اینترنتم مشکل داره اینجوری ما میپذیریم ولی نه حتی یک ثانیه بعد از این که عرضم به خدمت تو من حضور غیاب کردم گفتی حاضر دیگه برای من قابل قبول نیست اینو در جریان باش من امروز یکم صبر کردم این نکته اول نکته دوم گفتی میکرو طلای گاجا همه بخرم کسی نگه من منتظرم برای نمیدونم ادیشن جدید و چاپ جدیدش بیاد و فلان و اینو اصلا تحت هیچ شرایطی بگو نداریم میگیرید همه جلسه بعد این خواهم شما رو تست بگم همه با هم دیگه حل بکنیم الان چیزی که دوستای من همه میپرسن همکارای من از من میپرسن اینه که آره دکتر برامون توی سوال توضیح بده خب حالا من یه چند تا سوال آوردم سوالامونو با هم دیگه اینجا بیشتر تحلیل میکنیم ولی لطفاً این کاری که بهتون گفتم و انجام بدین کتاب کنار دستتون باشه که شماره میگیم ما اینجا شما همون شماره رو داشته باشید همه همزمان یه کتاب یکسان داشته باشیم اوکی خب بله جامعه بگیرید امروز نه از جلسه آینده خب من همین الان توضیح دادم ستایشان که فعل مجهول فعل لازم تحت هیچ شرایطی مجهول نمیشه دیگه لازم مفعول نداره که بخواد بشینه سر جای فاعل پس طبیعتاً هیچ وقت مجهول نمیشه فعلی میتونه مجهول بشه که مفعول داشته باشه یعنی چون مجهول فاعل میندازیم بیرون دیگه پس یکی باید باشه که بشینه سر جای فاعل خب عرضم به حضورتون این که بریم چقدر خوب خوش بدین گفتیم که یه سری داستان داشتیم در مورد این که آره فعلمون باید چجوری مجهول باشه چجوری معلوم باشه گفتیم که فعل ماضی دختر حواستون هست که گفتیم مجهول ماضی چی بود بگو او مجهول ماضی میشد چی؟ او اه درسته؟ همه بگن من ندارم صداها رو مجهول مضارع چی میشد؟ ببخشید فعل ماضی موقعی که ترجمه میشد با چی ترجمه میشد؟ شد بریم مضارع چی میشد؟ او اه درسته؟ مضارع با چی ترجمه میشد؟ می شود عشق طراح بچه ها سال 98 سه بار سوال داده بوده اوکی توجهتون خیلی خیلی به این قضیه جلب میکنم که حتما توی ترجمه باید 100% توجهتون به این قضیه باشه خب
بریم. ما گفتیم که داستان معلوم مجهول، همینجور که بچه ها سوال میپرسن آقا یه سری سوال برامون حل کن، امروز دیگه میخوایم بریم تو سیستم سوال حل کرد. گفتیم تو داستان معلوم مجهول سه تا دونه تیپ اصلی سوال داریم. تیپ اول سوال یه جمله میده، ادامش مینویسه عین الصحیح فی بناء المجهول. یه جمله میده میگه آقا کدوم یکی از این چهار تا گزینه، کدوم یکی از این چهار تا گزینه چی هستن؟ مجهول شدن. درسته این جمله رو مجهول شدن. اینا ما صداش میزنیم گلابی چون خیلی آسونه. همین نکاتی که گفتم، فاعلش نباید توی جمله باشه. چند تا نکته رو حواست جمع باشه. عدم حضور فاعل، عدم حضور مفعول، یعنی ضمائر هو، هما، هم تا آخر تو هیچ کدوم از این جملات نباید باشه. من معمولا این نکته دوم خیلی هست، سه تاش هو، هما، هم داره، خب مجهول نشده یکیش همون جواب تموم شه میره. بله زمان فعلا باید توجه بکنیم، اون مال قسمت بعدش هست. خب این تیپ اول سوالای معلوم مجهول. تیپ دومش چه شکلیه؟ گفتیم که نمیسه چی؟ عین فعل مجهول، یعنی میگه کدوم گزینه مجهوله، یک دو سه و چهار. اینا چیکار کن؟ گفتیم که اولین کاری که میکنید چیه؟ زیر فعلا خط میکشید. اصلا این همه داستان من اول صبح تا حالا گفتم و خاطر این بود، سب بکنید دخترم، میگم در مورد زمان فعل کامل توضیح میدم. عین فعل مجهول، اول میخوام شکل فعل رو بدونی، موقعی که با سوال روبرو شدی بدونی باید چی کار بکنی، چه رفتاری از خودت نشون بدی. زیر فعل خط میکشیم. دومین کاری که میکنیم چیه؟ بررسی ساختارهای گلد استاندارد. اوکی؟ حواسمون باشه، یعنی گفته کدوم مجهوله، پس اگه اس فعل اس بود 100% مجهول نیست، فعل به اضافه اسم غیر همجنس بود 100% معلوم مجهول نیست. حواست باشه حضور یا عدم حضور ضمیر مفعولی رو چک کن. اینا حواست باشه. و آخرین نکته، گفتیم زیر فعل خط میکشیم، ساختار جمله رو چک میکنیم، و موقعی که داریم جمله رو بررسی میکنی که ببینی معلومه یا مجهوله، طرح خیلی دوست داره باهات بازی بکنه. کاری نداشته باش که فعلت چه اتفاق افتاده. مهمترین نکته و اصلی ترین نکته اینه که من اینا همه رو گفتم، ولی در اولین مرحله به حرکت فعل توجه کن. یعنی موقعی که شما داری سوال رو حل میکنی به حرکت فعل توجه کن. بچه این نکته بهتون میگم، مثل همون ساختاری که سر کلاس همون جلسه اول داشتیم، بهتره که هرچی که من میگم یه قلم کاغذ کنار دستت باشه بنویسی. نوشتنه حالت تکلیف نداره ها، میخوام اون چیزی که من دارم به تو میگم مینویسی توی ذهنت ثبت بشه. اوکی؟ یاد گرفتن و فهمیدن به صورت همزمان و توامان انجام بشه. اگه این کارو بکنی خیلی به خودت کمک کردی. یادت باشه به حرکت فعل توجه کن. بعضی وقت از طرف ما پرایز میده، یه فعل ماضی میده با او شروع شده، میگه آقا فعل ماضی که با او شروع شده اصلا فکر نمیخواد، رو هوا، مجهول. یا مثلا فعل مضارع میده، اولیش او میده، یکی مونده با آخرش او میده، خب 100% مجهوله دیگه، فکر نمیخواد. اوکی دخترا؟ خب اینم تیپ دوم. بریم سراغ تیپ سوم. تیپ سوم، خب یه لحظه تیپ سوم هم گوش بدین. توی تیپ سوم تیپ اولو بیارم چشم. یه لحظه بفرمایید. اینم تیپ اول. بگو الهی مشکل کجاست؟ ما این سیب نمیشه توی سایت بعد برم خودشون بخوام. نه؟ اسکی میکنم. اوکی اوکی اوکی. خب اوکی دخترم بریم تیپ سومو بگم. تیپ سومو بگم حواسا جمع باشه بچه ها.
یه لحظه توجه بکنین که ما نکاتی که خدمتتون عرض میکنیم نکات خیلی خیلی مهمی هستن. در حد 30-40 ثانیه توجه بکنین، مهمه این قضیه تیپ چهارم هست. تستای چهارتایی چی هست؟ گفتیم این شکلی هست که چهارتا گزینه داریم، آخر هر چهارتا گزینه فلش داریم. گفتیم اولین کاری که میکنیم، گوش بدیم بچه ها، همه رو که نوشتم یه بار دیگه میارم همه تیپا را، یه لحظه صبر بکنین لطفاً. اوکی، تستای چهارتایی را اول یاد بگیریم. تستای چهارتایی یا بالا سرش نوشته این خطا، که معمولا می نویسه این ان خطا، خب یا می نویسه این صحیح. از جمله سخت ترین تستای کنکور، ولی طبیعتا ما کامل گلابی میشه. این طرفی ها همه معلومن، این طرفی ها همه چی هن؟ مجهولن. اولین کاری که میکنی چشم میگم بذارن توی ساک. اولین کاری که میکنی چیه؟ این بین این فلش ها رو به هم دیگه وصل کن. با این کار معلوم ها از مجهول ها جدا میشه. اوکی؟ یه خط بینشون بکش که معلوم از مجهول چی بشه؟ جدا بشه. معلوم از مجهول جدا شد، بعد چند تا نکته توجه بکنی؟ این خیلی مهمه. گفتیم اولین نکته که توجه میکنیم چیه؟ اول مثل همیشه زیر فعل ها خط میکشیم. دومین نکته که توجه میکنیم چیه؟ به حرکت فعل ها توجه میکنیم. آقا جون کتبه میخواد مجهول بشه، باید بشه چی؟ کتبه، نشه کتبه. خیلی اینا رو میده فکر میکنه، ببخشید میگم با آدمه همون که خودت میدونید طرفه. اینجا دیگه دست و پام بسته است، خیلی راحت نمیتونم صحبت بکنم. خب عوض رفع خط میکشیم، به حرکت ها توجه میکنیم. خب نکته بعدی که خیلی 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 مهمه توجه بکنیم، زمان فعل. این زمان فعل خداست، ماضی میاره این ور، میخواد مشغول کنه مضارع میاره، انگار با سه نقطه طرف. مگه میشه همچه چیزی؟ مگه داریم همچه چیزی؟ فعلی بر ماضیه، میخواد مجهول بشه، زمانش مگه تغییر میکنه؟ نکته بعدی که باید توجه بکنید، خیلی هم مهمه دخترها، حواستون باشه. فعل این بر، بگو فعل این بر معلومه، فعل این بر مجهوله، پس به حضور یا عدم حضور فاعل توجه کنید. تو پرانتز، حواسمان به گلد ها باشد. آقا مثلا میگم این بر که معلومه اسم فعل اسم آورده، این برم اسم فعل اسم. ببخشید من که مونگول که نیستم که. خب اسم فعل اسم معلومه، اسم فعل اسم معلومه، تمام شد و رفت. اوکی، خب حس حواسمون به حضور یا عدم حضور فاعل باشه. چرا اسم فعل اسم معلومه؟ گفتیم چرا، چون یه نقشی تحت عنوان مفعول تو جمله داره. قرارمون این شد که اگر توی جمله یه نقشی تونستیم بهش بگیم مفعول، پس اون فعل 100% معلومه. حضور یا عدم حضور فاعل. و نکته بعدی، حضور یا عدم حضور کی؟ مفعول. آقا من گفتم مفعول توی جمله بگو نیست. یه جمله مجهول یا در فعل مجهول ما چیزی تحت عنوان مفعول نخواهیم داشت. اوکی، حواست باشه ضمیر مفعولی سمت چپ نداشته باش. خب این چهار تا تیپ بچه ها، من بچه ها درخواست میکنن که تیپ یک و دو رو نشون بده. من یه در حد چند ثانیه هر کدوم از تیپ ها رو بهتون نشون میدم، بعد تکنیک های حل سوال میگیم. یه بخش جلسه قبل گفتیم، یه بخش همین جلسه میگیم، میریم سراغ حل سوال. در پایانم در حد نیم ساعت 40 دقیقه میخوایم یه مطلب جدید رو تدریس بکنیم. خب این تیپ 3 بود، این تیپ چشم با این کوچیک میشه. نه پستون اینطوری کن. آها خب همون دیگه شکل دو طرف دسته دو طرف دسته دو طرف شده. اوکی.
خب بچه این تیپ یک هست. چون کلا به عنوان دانش آموزه مثالی اینجا هستی ها؟ دفع بخاطر هم بیمانی ها. صدای خانم رفیعیان رو وصل کنید بی زحمت. خانم رفیعیان دست بگیر عزیزم. جانم عزیزم بگو. سلام استاد، خسته نباشید. صدای منو داریم؟ من صداتون رو ندارم. با وضوح کامل صداتون رو داریم، بگو عزیزم. میخواستم بگم که شما گفتین که الان گفتین کلمه باز توی مضارع نه تو ماضی مجهول به کلمه اول امیدیم، در صورتی که توی خیلی سبز دقیقاً یه نکته نوشته بود که به تمام حروف ساکن که قبل از عین الفعل میاد امیدیم، و دقیقاً یه تست از همین موضوع برده بود. می‌خواستم ببینم که آخر به فقط کلمه اول میدیم یا به همه حروف که قبل از عین الفعل. هم جان ما به کلمه نمیگیم، ما میگیم حرف. خب یه تفاوتی بین کلمه و حرف داریم، یه توجه کن. اینا اینجوری میگم که اشتباه نکنید، روی اسکرین داشته باشید منو که ببینید من دارم چی میگم. ما میگیم که اگر فعل ماضی تو بخواد چی بشه؟ بگو. مجهول بشه. با من هستی که؟ خب اگر فعل ماضی بخواد مجهول بشه، حرکت حرف اول آن 100% فعل. من نگفتم فقط حرف اولش او، گفتم حرکت حرف اولش 100% اوه. باز تکرار میکنم کتاب خیلی سبز اصلا و ابدا تحت تایید من نیست. اوکی کتاب خوبی ها، خیلی نکات خوبی توش نوشته، در ضمن دریوری هم توش زیاد نوشته، هر دو تا رو کنار هم دیگه داریم. بله این نکته که نوشته مال بچه های نظام قدیمه، ولی وقتی تو شاگرد من باشی میبینی خب آقا یه فعل ماضی به ما دادن، فعل ماضی با او شروع میشه، اصلا فکر نمیخواد، 100% مجهوله، پس ما نیازی به فکر دیگه ای راجع به این قضیه نداریم. فعل ماضی او داره. بله نکتش این هست که اگر فعل لازمی بخواد مجهول بشه، فعل ماضی بخواد مجهول بشه، تمام حروف متحرک یعنی تمام حروفایی که حرکت دارن قبل از عین الفعل او میگیره، ولی این نکتش مال شما نیست، مال بچه های نظام قدیمه، بچه های انسانیه. اوکی مریم جان اوکی شد؟ قربونت. خب بریم که خدمتتون عرض بکنیم قسمت بعدی تدریسو. خب گوش بدین بچه ها، اندازه مجموعاً دو دقیقه میخوام تمرکزت حس باشه، تمام سوال رو جمع‌بندی بکنیم بریم سمت حل سوال. ما میخوام نکات حل سوال رو بگم که تو توجه داشته باشی. نکته اول حواست باشه، همین الان با مریم داشتیم در موردش صحبت میکردیم. گوش بده یا حاضرن؟ یلا ببینم یا حاضرن پیام بدن. بودو کمه مریم مهدیس ستایش کجاست؟ بودا ملیکا هم هستش، پریناز هم هستش، خب مهدی دادخواه هم باید تشریف آوردن. ارغوان کجاست؟ خب همه بگن بله. سوارو نداریم. آیناز هم هستش، بهاره هم هستش. سوا کجاست؟ آها بسم الله. خب بریم گوش بدین بچه ها، اندازه 2 دقیقه با من باشین، جمع و جورش کنیم معلومه چون لازم و تعدیه لعنتی رو بذاریمش کنار. گوش بده، اگر فعل ماضی حواسا جمع باشه با چی شروع بشه؟ با او شروع شد، رو هوا مجهوله، فکر نمیخواد. سوال پیش میاد، اگر فعل مضارع با او شروع شد باید چک بشه،
نمیتونیم بگیم. مثلا یو علم ها یا یو علمو مشخص نیست، ولی ماضی اوبو تمام. گفتیم افعال لازم هیچگاه مجهول نمیشوند. خب کیا همیشه لازم بودن؟ بگو. انفعال بود و بگو بگو، همه جواب بدن. فعال بود و بگو. تفعال بود و تفاول، این دوتا که با هم داداشتن. اوکی؟ خب توجه، ساختار گل استانداردمون رو توجه داشته باشین. اسم، فعل، اسم داشتی، چون این اسم مفعوله، پس این مفعول تو جمله داریم، پس فعلمون 100% بگو معلومه. فعل به اضافه یه ضمیر مفعولی که دیگه اصلا روشه، هو هو ما هم، خب هو هو ما هم مفعولش مگه نیست؟ چه مفعولش؟ فعل مفعول داره، پس فعل 100% چیه؟ معلومه. اوکی؟ خوب توجه کن. گفتیم که فعل به اضافه یه اسم، همین الان گفتیم، غیر هم جنس، اسم غیر هم جنس میشه چیش؟ میشه چیش؟ بگو لعنتی، جواب منو بدین. اسم غیر هم جنس چه چی؟ آفرین، عاشقتونم. میشه چی؟ مفعول. پس فعل 100% چیه؟ معلومه. یادت باشه به نابودی که کشونده شدیم از راه ترجمه هم میریم، ولی ترجمه استپ آخر ماست، استیج آخر ماست. مثلا میگم من یک بیمار میاد مطب من، میگه آخ دندونم درد کنه، میگم بشین بکشم. اند استیج، طرف دندونش نابوده، خورد شده، ما بشیم بکشیم دیگه، ولش کن اونو، چیکارش داری اصلا؟ تو اصلا دندون میخوای چیکار که گذاشت دندونت بشکنه؟ اوکی؟ ولی اند استیج ما تو این سیستم هم چیه؟ ترجمه است. میگه که اگر، گوش بده، اگر جمله با شدن ترجمه بشود 100% مجهوله. مثال بزن خدمتتون، الان مثالم میزنم. چه شدن چه میشود فرقی نمیکنه، هم شدن رو بگیریم هم میشود، مشکل نداره، مجهوله. یعرف اصدقاء عند الشدائد، دوستان در سختی ها شناخته میشون یا میشناسن؟ بگو شناخته. بله عشقم، مرسی ستاره، شناخته میشوند. اوکی پس مجهوله. برو بریم. لا تحصى نعم الله، من حرکت دستم واسه تو نذاشتم. دو سال کلمه این هست که توی کتابتم هست، گفتیم حالا لغات انتهای کتاب رو 10-11-12 دارم تکلیف میکنیم واسه تون با هم دیگه یاد بگیریم. نعمت های خدا شمرده نمیشوند یا خودشون نمیشمارند؟ نمیشمارند یا شمرده نمیشوند؟ مرسی، شمرده نمیشوند، نعمت ها که خودشون نمیرند بشمارند. اوکی؟ خب پس حواستمون خیلی خیلی جمع باشه. بریم یکی هم بالاتر، یه دونه از گل استاندارد رو بگیم، یکی دیگهش باقی مونده. توجه کن خوب، گفتیم فعل، ببخشید یه لحظه، فعل مضارع داشته باشیم صیغه چند و چند؟ مضارع صیغه چند و چند؟ عدد بگو. صیغه چند و چند؟ بدو بدو. این سبا کجاست؟ آها روبینا اومد، چیری نمومد. سبا کجاست؟ آها صیغه انا و نحن. صیغه 13 و بگو. 14 همون انا بود و نحن. گفتیم اینا فاعل سر خودن، فاعلشون داخلشونه، پس فعل اومده، گوش بده، فاعل هم داخلشه، اسم بعد چیه؟ فعل فاعلش داخلشه، میشه چی؟ میشه مفعول. مفعولش اومده، پس فعل 100% چیه؟ بگو همه بگن. معلوم. اوکی بریم بالاتر، بریم بالاتر. خب نکته داشتیم، گفتیم چی؟ اگر در جمله دو فعل بگو یکسان داشتیم، اولی معلوم دومی مجهول، درسته؟ باشه مریم جان، این کار انجام میدم.
حواست فعلا اینجا باشه، از نوشتن اینا فعلا بیا بیرون. اگر تو جمله دو فعل یکسان داشته باشی، من لا ترهم، لا ترهم، درستش میشه چی؟ درستش میشه چی؟ من لا ترهم، لا ترهم. هر کس رحم نکند مورد رحم واقع نمیشد. دوتا فرقه شنگی یا فایی یکسان، اولی میشه بگو معلوم، دومی میشه چی؟ بگو مجهول. ایوه اوکی. نماز که میخونن لم یلد و لم، آها این میشه چی؟ معلوم. این میشه چی؟ بگو مجهول. فعل الاسن اینجا ما در مورد اون چیز صحبت نمی کنیم. خب اکی. خب توجه بکنی، توجه بکنی، توجه بکنی نکته بعد. چند تا سر یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. گفتیم که اگر فعل ماضی با اشارو شد 100% مجهول. فعل مضارع اگه با اشارو، گوش بده، گوش بده، حالا فعل ولش کن با من گوش بده. اگر فعل مضارع با اشارو شد باید چک کنیم، اوکی؟ اگر فعل مضارع با اشارو شد باید چکار کنیم؟ باید چک کنیم. گفتیم گل سال داره، توجه بکنیم. اس فعل اس، چون اس دومیه میشه مفعول، پس نقش مفعول رو توی جمله داریم. 100% میشه چی؟ فعلمون معلوم. فعل به اضافه اسم غیر همجنس 100% بگو معلوم. فعل به اضافه ضمیر مفعولی 100% معلوم. 13 و 14 به اضافه اسم 100% معلوم. گفتیم تو ترجمه اگر ترجمه جمله رو با شدن یا میشود ترجمه کردیم 100% چی میشه؟ بگو با شدن ترجمه میشه 100% چی میشه؟ بگو مجهول میشه. درسته؟ 100% مجهول میشه. یه نکته یادم رفت بگم، من دوستانو گذاشتم اینجا مانیتور بکنن، کسایی که پاسخ میدن و تعداد دفعات پاسخشون زیادتره از لحاظ نمره که هیچی، اون که من مخلصشون هستم جایزه هم میدیم ما به بچه ها. تفاوت هست بین کسی که میگیره میخوابه و توی آسمون قرار داره یا اینجا که ما داریم تدریس میکنیم. خب گوش بدین بچه ها، اینا این نکات اولیه بود. یه سری نکات دیگه هم داریم که باید توجه بکنی. گفتیم که باز یه نکته دیگه، گفتیم اگر فعلمون لازم بود تحت هیچ شرایط مجهول نمیشه. کیا همیشه لازم بودن؟ انفعال و فعل و تفعل و تفاعل. هر کی اینها تو روی این وضع بود 100% چیه؟ لازمه. لازمه هیچ وقت مجهول نمیشه، بس لازمه همیشه معلومه. گوش بده، گوش بده، یادت باشه فعل امر هیچگاه مجهول نمیشود. یادت باشه فعل ناقصه هیچگاه مجهول نمیشود. اصلا فعل ناقصه فعل نیست که بخواد، جمله فعل یه نیست که بخواد مجهول بشه. بافری یه مدل جمله یه اسمی هست. بله خب فعل ناقص هم تحت هیچ شرایطی مجهول نمیشه ستایش جان. به خاطر چی؟ چون که اصلا جمله فعلیه نیست. صداش میزنیم فعل، ولی جمله فعلیه نیست که بخواد مجهول بشه. خب یه لحظه جز برو به من بدیم. خب تا بچه ها تا نهایتن افعال ناقصه کان اصار است و لیس مادام است. بچه ها فعلا به مبحث تدریسش نرسیدیم که بخوام بهتون بگم، فقط همین کان اصار است و لیس مادام رو دیدی، مخصوصا تو تستای تحلیل صرفی که الان میخواییم با هم دیگه حل بکنیم، اگر داد شما حتما 100% حس میکنیم گذاره، چون افعال ناقصه اصلا مجهول نمیشه. خب فعل امر هم هیچ وقت مجهول نمیشه، چون ما گفتیم فاعل فعل مجهول رو نمیشناسیم دیگه. شما میتونی به کسی که نمیشناسی امر بکنی تا بهش بگی تو خیابون فلان، به هر کی میگی آقا فلان این کارو بکن، برمیگرده شغل میکنه تو صورتت دیگه. تو میتونی به کسی که مجهوله نمیشناسیش بگی فلان کارو بکن. پس فعل امر هم به صورت مجهول اصلا تحت هیچ شرایطی بگو نداریم. خب گوش بده، گوش بده، گوش بده. افعال ناقص کشتین منو، کانه ساره اصبح لیس مادامه، اینا به موقعش توضیح میدم. اوکی خب الان فقط ما فقط میخوایم اینو که تشه تو ذهنمون باشه، میخوایم دو دقیقه دیگه سوالشو حل کنیم. گوش بده
پس آقا ما یه سری نکات داشتیم که باید توجه می‌کردیم بهش. پس با این تفاسیری که من گفتم فقط یه نکته بگم در مورد فعل دو مفعولی. دو مفعولیا، آهان، همونا که پانتومیم داشتیم سرشون. دو مفعولیا رو جلسه قبل توضیح دادم یا نه؟ خب افعال دو مفعولی رو افعال دو مفعولی رو می‌خوایم با هم دیگه یاد بگیریم. یه سری افعال اصلا دو تا دونه مفعولن، یعنی ساختارشون این شکلیه. بگو فعل و فاعل و مفعول یک، مفعول دو، دو تا مفعول دارن. خب کیا حاضرن سر کلاس ببینم؟ بودو، ستاره، نازنین، مریم، نرگس، بودو، بودو، کیا حاضرن؟ بودو، بودو، بودو. خب یک کم این قسمتش میخواییم با هم دیوونه بازی در بیاریم، فانتاستیک میشه. هرکی نماشه دست میده، باحاله. خب افعال دو مفعولی کیان؟ کاغذ قلمه تو بردار، میخوام بنویسی با من ها، میخوام با من بنویسی یاد بگیری، اوکی؟ توضیح میدم، بله، چشم و بینا، توضیح میدم. فعلا هره بیشه یاد بگیرن اصلا اینو کدوم فعل هستن که دوتا مفعول دارن. خب استپ اول، اهدا، اعتا، آتا، اهدا، اعتا، آتا، اوکی، اهدا، اعتا، آتا، این استپ اولشه. بنویسینش، اهدا، اعتا، آتا. اهدا معنیش میشه چی؟ هدایت کرد دیگه، از هدایت کردن میاد. اعتا از اعطا کردن، بخشیدن میاد دیگه، درسته؟ آتا میشه چی؟ آمد. اوکی، خب گوش بدین به من، من دو تا دونش رو میگم، شما باید سومیشو بگی. اوکی، تو این سه تا فعل من هر دو تا دونه رو میگم انتخابی، شما سومیشو میگی، جوابت هم میاد اینجا. دست به کیبورد باش، چون میخوام بگم. همه آمادن؟ جواب منو بدین. آماده این که شروع کنیم؟ بریم دخترا، بریم. دو تاشو من میگم، سومیشو تو باید بگی. اوکی، برو بریم. اهدا، اعتا، اهدا، اعتا، یالا، اهدا، اعتا. لعنتی آتا، زود باش دیگه، بودو. اهدا، اعتا، اعتا، آتا، اعتا، آتا. آها، 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 ایول، 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 برو بریم. اعتا، اهدا، اعتا، اهدا. آها، آتا، اعتا، بودو. آتا، اعتا، آتا، اعتا، اهدا، آتا، اهدا، آتا، اهدا، آتا. برو بریم. اعتا، آتا، آها، اهدا، آتا، اعتا، آتا، آتا، اهدا. عاشقتونم، خیلی خوب بود، دمتون گرم، فوق العاده بود. بریم استپ دوم، علمه و ازاقه، البسه و اقرزه. علم همه میشه چی؟ یاد داد دیگه، درسته؟ ازاقه، نه خیر، چشید. البسه میشه چی؟ از لباس میاد دیگه، پوشاندن. اقرزه یعنی چی؟ قرض دادن. نفهمیدی داری چی کار میکنیم؟ کار خاصی نمیکنیم مریم جان، گوش بده. ما داریم افعال دو مفعولی رو با هم دیگه حفظ میکنیم. استپ یکش اهدا، اعتا، آتا بود. استپ دوش علمه و ازاقه و البسه و اقرزه است. اوکی؟ تو استپ اول من دو تا دونه فعل میگم، دو تا دونه از این ستا رو، بچه ها قسمت سوم رو جواب من میدن. خیلی هم خوب جواب دادن همه، دمتون گرم.
اصلا کلی انرژی بهم دادین. اینکه چند تا از بچه رفتن که خیلی کار غیر حرفه‌ای بود، اگه کم انرژی مون ورد پایین، ولی الان ترکوندین همتون. یه بار دیگه استپ اول با هم دیگه کار بکنیم. بعضی از بچه‌ها تازه در جریان کار ما شما قرار گرفتن. اوکی بریم. اهدا اعطا، سومی تو باید بگی. اهدا اعطا، برو بریم. اهدا اعطا، آتا اعطا، آتا اهدا، آتا اهدا، آتا اهدا، یالا بودو عاشقتونم. اعطا اعطا. خب بریم، بریم استپ دوم، بریم استپ دوم. گوش بده به من. سر بالا، سر بالا. کیا واسشون جمعه؟ کیا واسشون جمعه؟ بودو کیا کیا کیا؟ بله نه من، بعد بگی من. بودو کیا واسشون جمعه؟ بودو عاشقتونم. گوش 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 به من گوش. فعلمون چی بود؟ علمه علمه و ازاقه الوسه اقرزه. علمه میشه چی؟ یاد دادن. با من، با من. نه 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 نه، با من. کاری که من دارم میکنم، کاری که من دارم میکنم تو هم بکن. علمه و ازاقه میشه چشان. علمه و ازاقه الوسه، الوسه میشه پوشان. الوسه و اقرزه. برو بریم، با من تکرار کن. ناموسن هفت که ویدیوی همه رو من ندارم، من همه رو باید چک میکردم این کار انجام بدن. بودو از آقا میشه چشاند، قربونت برم. معناشو ول کن فعلا، یادش بگیر اول، معناشو دوباره بگیر. با من تکرار، با من تکرار، با من تکرار. باشه مبینا، یادم هست که چه خوب شد. حالا حواسه بالاخره به هم میرسی، بالاخره یه روز حضوری میای اون موقع درست میکنم. گوش بده، برو بریم، برو بریم، با هم تکرار کنیم. علمه و ازاقه البسه و اقرزه. بچه ها من پانتومی میام، شما بعد بعد فعل رو برای من چیکار کنی؟ بنویسی. اوکی؟ نمیشه فکر کنم میکروفون همه رو همزمان آزاد کنیم، همه با هم دیگه تکرار کنیم. برو بریم. علمه و ازاقه البسه و اقرزه. علمه میشه یاد داد، ازاقه میشه چشان، البسه پوشاد، اقرزه قرض داد. برو بریم. علمه و ازاقه البسه و اقرزه. علمه و ازاقه البسه و اقرزه. پانتومیمشو من میام، تو بگو چه فعلی دارم انجام میدم. اوکی؟ ترتیبش مهمه، حواسا جمع دیگه. برو بریم. بودو بودو مرسی. بودو بودو عاشقتونم. بودو بودو بودو. معلم عربی نیده بود اینقدر تلفن باز در بیاره. بودو برو، من میگم پشت سر هم ترتیب فعلش تو باید برام اینجا بنویسی. یه بار دیگه میرم. یه بار دیگه میرم. چهار تا فعل باید برام بنویسی ها. علمه و اقرزه و البسه و ازاقه. ترتیبشو تغییر دادم. هر پانتومیمی که من میرم تو فعلشو به ترتیب بنویس. ترتیب تغییر کرد، ترتیب تغییر کرد. ننویسین، دختر رو گوش بدید. برو 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 بریم. یه بار دیگه میرم. علمه البسه اقرزه ازاقه. عاشقتونم، عاشقتونم، عاشقتونم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بریم استپ بعدی، بریم استپ بعدی. این استپ بچه ها فوش خیزه، به معلمم بیشتر فوش میدن. نگاه. وهبه جعل رزقه. وهبه جعل رزقه. وهبه من میشه چی؟ بخشید. جعل قرار داد. رزقه روزی داد. یه لحظه، همین یه لحظه توجه بکنی بچه ها.
یه لحظه توجه بکنید، میگن دو مفعول تو فارسی توضیح بده. وهب میشه چی؟ بخشید. چه چیز را بخشید؟ به کی بخشید؟ تو فارسی مفعول یکو همون مفعولی ترجمه میکنن، مفعول دو رو به صورت متمم. یا جعل میشه قرار داد. چه چیز را، چه چیز را قرار داد؟ روی کجا؟ اوکی؟ پس یکیش مفعول یکیش متممه تو فارسی، توی عربی نه، دوتاش مفعول. رزق روزی داد. چه چیز را روزی داد؟ به کی روزی داد؟ پس میشه دوتا مفعول. هر وقت تو نسی از فعل اینطوری سوال بپرسی، چه چیز را به کی؟ اوکی؟ یا مثلا بیا والا اهدا، هدایت کرد. چه چیز را هدایت کرد؟ به کجا هدایت کرد؟ اوکی؟ این خیلی مهمه. بریم والا دوباره دوتا فعل میگم، سومیشو بگو. مریم چک کن اینترنت تو یه لحظه. همه بچه ها صدا تصویر منو دارن؟ جواب بدن دخترها لطفا. همه چی اوکیه؟ مخلصیم آقا. توجه کن دوتاشو میگم، اون یکیشو تو باید بگی. و بچه علا بگو وزق خودتی. سر کلاسای میبینم دوستان مینویسن وزقه، اینجا به اینجا دیگه چته اینش وزقه، من میفهمم کی نوشته وزقه. سر کلاسای حضوری تا میگن و ابا جهل، چند تا میگن وزقه، قشن اشاره مستقیما به خودم دارن. ولی اینجا این سیستم دیگه اصلا وجود نداره. الان اگه آها به خاطر کیبورد مینویسی وزقه، باشه خودتی، حیف شد، متحره، باشه اشکال نداره عزیزم. آره هر کی جرأت داره بنویسه وزقم. آه من که ننوشتم. بله اوکی، خودتی وزق. خب و بجعله بریم، و بجعله برو، و بجعله نوشته و هبه لعنتی، و هبه نه، و بجعله، و بجعله برو بریم. جعله رزقه، جاله رزقه، جاله وابا، وابا رزقه، وابا رزقه، برو بریم. وابا رزقه، وابا رزقه، جاله رزقه، جاله رزقه، وابا جاله. مرسی دخترها، مرسی دخترها. بریم استپ چهارم. حسب و ادا سما. حسب من یه چی میده؟ حساب کردن و این دریبری ها میاد وعده، وعده کردن و این داستان ها. سما از اسم میاد، بله معنای نامیدن میده. حسب من یه گمان کرد و پنداشت و حساب کردن میده. بگو ستاره، منتظریم. بگو خب. بهت میگم عزیزم الان فعلا یاد بگیر فعلا را، اینقدر تون نرو. همین دو دقیقه دیگه در موردش میگیم. خب این فعلا را یاد گرفتیم به چه دردمون میخوره. بریم حسب وعده سما. حسب وعده سمی ننویسی ها، سمی ها باش. حسب وعده برو بریم. حسب وعده، وعده حسب، وعده حسب. مرسی دخترا. وعده سما، وعده سما برو، وعده سما، بعد سما وعده ها لعنتی. برو بریم سما حسبا، سما حسبا، سما حسبا. اوکی خب دخترا فوق العاده بودین، یعنی هرچی اول کلاس حالمو گرفتین، الان کلی به من انرژی دادین، دمتونم گرم. بریم گوش بدین. خب گوش بدین
اگه فعل داشته باشی که دو مفعولی باشه. پرسید ستاره، اینا رو که گفتی خب به چه درد میخوره؟ گوش بده، اگه فعل دو مفعولی داریم از روش بخونم، من رو کجا بخونم؟ فاطمه از روی فعلا بخونم؟ خب فعل دو مفعولی گفتیم چیه؟ اهدا، اعتا، آتا. تکرار کنیم پانتومیشو با هم دیگه بریم. علمه و ازاغه البسه و اقرزه و بجاله. اوکی پانتومیشو میام جواب منو بدین نمینم. علما ازاغه البسه و ابرزه. علما ازاغه البسه و پشت سر هم فعلاشو واسم بنویس. علما ازاغه البسه و ابرزه. پشت سر هم بنویس، من صبر میکنم. برو بریم. بله پانتومیم هم داریم سر جلسه. ببین هرچی من نگم، هرچی درس بدم یادت نمیمونه، ولی این دیوونه باز یا سر کلاسون هم سر جلسه کنگور یادت هست. تا میخونی علمه یادت بیاد چه خبر بود سر کلاس. خب اینا افعال دو مفعولی بودن. حسب وعده، برو بریم. حسب وعده، حسب وعده. اوکی مرسی. اینا روش میگم فعل دو مفعولی. گوش بدین، گوش بدین، گوش بدین. خب اگر ما بعد خیلی گونه شد، خب اگر ما بعد فعل دو مفعولی، اگر دو مفعول داشته باشیم میشه معلوم. اگر یک مفعول داشته باشی، بله برمیگردم، اگر یه مفعول داشته باشی میشه مجهول. اگر مفعول نداشته باشی کلا بازم میشه مجهول. مثال بزن یه لحظه، مثالمو اینجا نگاه کن. علم الله الانسان الاسماء الحسنا. اصلا کاری ندارم که تو جایگاه کلمات بلدی بلد نیستی، با اطلاعات همین امروزمون، حتی جلسه قبل هم نه. علمه میشه چیه جمله؟ همه بگن علمه میشه چیه جمله؟ بودو یه نفر داریم. علمه چیه جمله است؟ یالا علمه میشه فعل، درسته؟ مرسی. فعل دو مفعولی. دم شما گرم مهدیس جان. خب میشه فعل دو مفعولی، میشه فعل. الله میشه چی؟ کی علمه کرده؟ کی علمه کرده؟ الله میشه چی؟ یالا مرسی. میشه فعل. یادت باشه اگه فعل داشته باشیم بلا فاصله بعدش یه اسم هم جنس بیاد، احتمال 80-90% فاعلش. فعل، فاعل. اوکی؟ فعل و فاعل. خب فعل داریم، فاعل داریم، اصلا مهم نیست نوشته باشه انسان، هر دری بری اصلا ژاپنی نوشته، این نوشته باشه اینجوری اصلا نمیدونی چی نوشت، اینو گذاشته اصلا انسان نوشته. میشه چی؟ فعل داریم، فاعلش اومده میشه چی؟ بگو همه بگن. انسان میشه چی؟ یالا مرسی مریال رفیان، مفعول یک، خیلی خوشگل گفت. انسان میشه چی؟ میشه مفعول یک. مریم یک نه، مفعول یک. انسان میشه مفعول یک. انسان میشه چی؟ مفعول بگو یک. خب آقا فعل داریم، فاعل داریم، مفعولش هم گفتیم. تو اصلا نمیدونی هم علمه جز افعال دو مفعولیه. خدایی ناموسم بگو اسماء نقشش چیه؟ بهم بگو، بهم بگو نقشش چیه؟ چه نقشی میتونی بگیری براش؟ عاشقتونم چه نقشیه؟ غیر از مفعول دو نقش دیگه ای نمیتونه بگیره. میشه مفعول بگو دو. عجله نکن بد میگم. میشه مفعوله بگو دو. همه بگن
پس علم شد فعل، الله شد فاعل، فعل اومده فاعل اومده، اسم بعدش صد درصد چیه؟ مفعوله. بعد انسان باز یه اسم دیگه داریم، نمیدونیم نقشش چیه. چی میگیریم؟ مفعول دو میگیریم. خب یادت باشه، حالا بعدن تو داستان موصوف صفت بهت میگم، دو تا ال دار پشت سر هم دیگه رو میگن موصوف صفت. فعلا موضوع درسمون امروز نیست، کاری باش نداریم. خب گوش بده، فعل داریم، فاعل داریم، مفعول یک داریم، مفعول دو داریم. میخوایم اینو ترجمه کنیم. خداوند ترجمه چی میشه؟ خداوند به انسان اسماء حسنا را یاد داد. برو بریم. خدا به انسان چه چیز را؟ اسماء حسنا را یاد داد. قرار شد گفتیم علمه چه چیز را یاد داد؟ به کی یاد داد؟ به انسان. یاده گفتیم متعمم و حرف اضافه میشه مفعول توی عربی، متعمم و حرف اضافه فارسی همون مفعول عربیه، میشه مفعول یک، این میشه چی؟ مفعول دو. فهمیدن همه؟ عاشقتونم، هر کی هم فهمیده بگه. مخلص مهدیه نازنین، میکشمه تو. مفعول یک و دو رو یاد بگیر، حالا نقش حسنا گیر دادن به نقش حسنا، یک و دو رو یاد بگیر. حسنا نقشش رو چهار جلسه دیگه وسط توضیح میدم. صفته اسما حسنا، اسمهای برتر، اسمهای نیکو. سفر رو کوچیک‌تر کنیم، چشم. خوبه زهرا اینقدر کوچیک‌تر؟ بازم کوچیک‌تر؟ بزرگترش کنی؟ بیاییم پایین. خب اسکریم بگیریم بچه. دخترا متحرک کجا واضح نیست؟ اینا هم فعل دو مفعولی بودن. خب و این هم نکتهشون، اگر فعل دو مفعولی داشته باشی، اگر یه مفعول داشته باشی، اگر هر دو تا مفعولش توی جمله باشه میشه چی؟ میشه معلوم. صداقت شده؟ صداقت شده؟ اوکی. خب اگر دو تا مفعول داشته باشیم میشه معلوم. نه همین هست. اوکی. اگر دو تا فعل داشته باشیم میشه چی؟ دو تا مفعول داشته باشیم میشه معلوم. اگه یه مفعول داشته باشیم میشه مجهول. اگه هر دو تا مفعول داشتم نباشن باز میشه چی؟ بازم میشه مجهول. قبل یارم میارم همین الان. اوکی. علم الانسان الاسماء الحسنا. علم میشه چی؟ میشه فعل. الله میشه فاعل. انسان میشه مفعول یک. اسما میشه مفعول دو. حسنا رو کاری باش نداری. ترجمه اش چی؟ خدا به انسان اسماء حسنا را یاد داد. اسماء حسنا همون اسماء نیکو، همون اسم اعظم و داستان، این حرفا کاری ما باش نداری. اوکی؟ گفتیم هر وقت فعلمون دو مفعولیه میگیم فلان چیز را به چه کسی. اوکی؟ این سیستم هم دقیقاً همین جا هست. گفتیم متمم و حرف اضافه توی فارسی همون مفعول چیه؟ عربیه. بله اگر هر دو تا مفعول توی جمله نباشن مجهوله. فقط همین فعل هستن که دو مفعولی هستن. مال دوازدهم نیست قربونت برم، مال دهم. تو کتابم هست. همیشه اینطوریه ستایش جان، همیشه. خب
من یکم برم بالاتر قبل یارم بچه ها ببینن. نه خیر، یه دونه فاعل داریم، دوتا مفعول. بذاریم بچه ها بنویسن الان. خب خب گوش بدیم بچه ها ببینید. نیم ساعت دیگه بیشتر وقت نداریم، منزود باشین بچه ها. خب بریم بالاتر. کمی به من بدیم. خب بریم بالاتر. دست شما در نکنیم همه. بریم بالاتر. این هم افعال دو مفعولی بودن. افعال دو مفعولی با هم دیگه تکرار کنیم دخترها. با هم دیگه تکرار کنیم. برو بریم. با هم دیگه تکرار کنیم. اهدا آتا. برو بریم. اهدا آتا. اهدا آتا. خره اعتا. اهدا آتا. اهدا آتا. همه بگن. اهدا اعتا. اهدا اعتا. بریم پانتومیمو با هم دیگه. من مرحله به مرحله میگم، تو بگو من دارم چه فعلی رو انجام میدم. برو بریم. چه فعلیه این؟ بودو. این چیه؟ این چیه؟ بودو معلم داره میرقصه خودتی. بودو این چیه؟ نمیشت آقا کم تر برخصید. برو بریم. این چیه؟ برو بریم. این چیه؟ وابا جالا. وابا جالا یلا. وابا وزا خوده دی. وابا جالا. وابا جالا. حسابه بعدا. برو بریم. حسابه بعدا. عاشقتونم. جواب من سوال منو بدین. اگر فعلم دو مفعولی بود، فعلم چند مفعولی بود؟ دو مفعولی. فعل چند مفعولی بود؟ دو مفعولی. دو تا مفعولش تو جمله بود، میشه چی؟ میشه چی؟ همه بگن. وای به حال هر کسی نگه. بودو ببینم، همه بگن. یالا اسم بخونم، اسم خوندم علامت میزنم ها. بودو. خب گفتیم که اگه یه مفعول توی جمله بود چیکار میکنیم؟ اگه یه مفعول توی جمله بود چی؟ مجهوله. مرسی مرسی عقبان. گوش گوش، اگه دوتا مفعولش تو جمله نبود، اصلا مفعولی توی جمله نداشتیم. یالا عاشقتونم. خب بریم بالا. بریم بالا. بریم بالا. بریم بالا. کار داریم. یه لحظه صبر بکن، من سوال بچه ها رو جواب بدم. گفتین که اگه من چول بشه داستانه چی میشه توضیح بدم. خب آقا جون فعل دو مفعولی داریم، میخوایم مجهولش کنیم. چیکار میکنیم؟ وقتی که فعلمون دو مفعولیه، گفتیم ساختارش اینه دیگه. فعل و فاعل و مفعول یکو بگو مفعول دو. خب گفتیم اصل داستان معلوم مجهول دعوا سر کی بود؟ دعوا سر کی بود؟ بگو دعوا سر کی بود؟ فاعل بود. پس فاعلش رو تینگش کن بیرون ببینم. بودو بنویس با من رو کاغذ. فاعل رو میندازیم بیرون. گوش بده تا متوجه بشی مهدیش جان. اوکی؟ فاعل رو میندازیم بیرون. خب
فاعل که میندازیم بیرون به نظر شما مفعول یکو بذارم سر جای فاعل یا مفعول دو رو بذارم سر جای فاعل؟ آفرین. مفعول کی میگه دو؟ ملیکا چرا میگی دو؟ مفعول یکو باید بذاریم. چرا؟ چون نزدیک ترین فاصله رو به فعل داره. اوکی؟ مفعول یکو میذارم سر جای؟ آفرین، مرسی سبا. اونی که نزدیکترین فاصله رو داره به فعل، مفعول یکو میذارم. خب بیاین، مجهول شد دیگه، میشه چی؟ فعل، حالا نائب فاعل که دیگه صداش نمیزنیم، مفعول مینویسیم، مفعول دو. اوکی؟ حالا بهت میگم الهی چه بلایی سر مفعول دو میاد. یه موقع از شما دوست داری هست و نیست طرف رو بکشی بیرون، یه بار کودتا کردی فاعل انداختی بیرون، راضی نیستی یه بار دیگه کودتا میکنی مفعول یکم میندازی بیرون، این شد نائب فاعل. ولی این همچنان یه مفعول دیگه داره، قابلیت مجهول شدن دوباره رو داره. یه بار دیگه میای مجهول میکنی، هم رئیس رو شوت میکنی بیرون، هم نایب رئیس هم شوت میکنی بیرون، نائب فاعل هم میندازی بیرون. کی باقی میمونه؟ فعل رو بگو. مفعول دویی که نشست سر جا شد نائب فاعل. پس مال همین بود گفتم، یه لحظه گوش بده، یه لحظه گفتم اگه یه مفعول تو جمله بود مجهول، اگه مفعولی تو جمله نبود بازم بگو مجهول. هم این هم این جفتشون چی هم؟ بگو مجهول. این چیه؟ این هم بگو مجهوله. ولی این که مفعول یک و دوش توی جمله هستن 100% چیه؟ معلوم. فهمیدن دخترها؟ بگن همه جواب بدن، یالا. عاشقتون هم شدیدن شدیدن. اوکی خب بریم. چند تا خیلی خوب دارن جواب منو میدن. این چند تا هم اتفاقا بیشتر از نصف کلاس هستن، 22 سه نفر هستن. نائب فاعل دو نداریم مریم جان، نائب فاعل داریم، تمام شد و رفت. اوکی بله. اگر نائب ببین این مجهوله، این هم مجهوله. اگر نائب فاعل داشتی و مفعول دو هم توی جمله بود میشه چی؟ میشه مجهول. خب بریم اینا که گفتیم عربیشم ببینیم با هم دیگه، عربیشم با هم دیگه ببینیم. همون جمله که با هم دیگه کار کردیم و بگم علم الله الادم اسماء الحسنا، یه بار دیگه می نویسمش. علم الله الادم الاسماء الحسنا. اوکی یه لحظه مهدیس جان صبر بکن. غزل جان اصلا اینجوری نیست که دوبار مجهول بکنیم. ممکنه طراح برای ما دوبار مجهول کرده باشه، ممکنه یه بار مجهول کرده باشه. ما وقتی که با فعل دو مفعولی روبرو میشیم میریم چک میکنیم ببینیم آخرش چند تا مفعول داره. دوتا داشت میگیم معلوم، یکی داشت میگیم مجهول، هیچی نداشت بازم میگیم مجهول. ما بر اساس چیزی که میبینیم داریم تشخیص میدیم که فعل اون معلوم است یا مجهول. مثلا فعلا یادمون نمیاد، بعد خب مثل حالت اول شده که نائب بود بعد مفعول، اما از کجا بفهمیم این نائب این مفعوله؟ یکم صبر بکنیم بهتون میگم. بچه ها جمله رو بنویسید، همه مجهولش بکنیم، مجهولش کنیم ببینم. بودو بودو من یه بزنم به اون کسایی که درس نمیخونن، خب حواستون خیلی خیلی جمع باشه. بودو 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 یه دور میخوام مجهولش کنی ها، یه دور میخوام مجهولش کنی. حرکتاشم برام بذار.
برو بریم. گوش بده گوش بده گوش بده گوش بده. خیلی خیلی توجه داشته باش، میخوام خودم مجهولش کنم. گوش بده. دختره حواستون هست؟ دختره حواستون هست؟ یه دور میخوام مجهولش کنم. دختره حواستون هست؟ جواب منو بدی. آها بریم بریم. گوش بدین دخترها. علمه میشد چی؟ علمه میشد چی؟ فعل. علمه میشد چی؟ شد فاعل. درسته. الادم میشه چی؟ میشه مفعوله. بگو. مرسی. اسما میشه چی؟ مفعوله دو. خب میخوام مجهولش کنم، یه راند میخوام مجهولش کنم، فقط یک راند میخوام مجهولش بکنم. گفتیم داستان معلومت شده واسه کیه؟ فاعل. فاعل هست میکنیم، این یه خداست، میگیم فاعل حتی اگه خدا هم باشه. از جمله بگو. حذف. برو بریم. علمه رو بنویس. مفقر شد. مفعول یک رو بیاریم یا مفعول دو رو؟ مفعول یک رو بیاریم یا مفعول دو رو؟ چرا مفعول دو؟ ستاره اسکندری چرا مفعول دو؟ گفتیم نزدیکترین مفعول. مفعول یک رو بیاریم یا مفعول دو؟ ستاره جواب منو بده. مفعول یک رو میاریم یا مفعول دو؟ ستاره چرا یک؟ ستاره توضیح بده، بنویس واسم چرا یک. مرسی بچه ها، مرسی دخترا، چون نزدیک تره به فعل. اوکی. خب الان که گذاشتیمش بیرون، آدمو مینویسیم. خب گفتیم فرمولمون چی بود؟ یه لحظه فرموله رو نگاه، یه لحظه فرموله اونو نگاه. گفتیم چیکار میکنیم توی رانده اول که حذف میکنیم؟ فاعل رو حذف میکنیم، مفعول یک میشینه سر جاش. میشه چی؟ مفعول یک میشه نائب فاعل. نگاه اینو، مفعول یک میشه نائب فاعل، مفعول دو به همان صورت در جمله باقی میماند. مفعول دو به همان اینو بنویس کنار جزوت. فاعل را از جمله حذف میکنیم، مفعول یک در جایگاه فاعل می نشیند. فاعل از جمله حذف می شود. مفعول یک در جایگاه فاعل می نشیند. مفعول دو به همان صورت در جمله وجود دارد. نوشتن همه یه بار دیگه میگم. فاعل از جمله هست. مفعول می شیند سر جای مفعول یک می شیند سر جای فاعل. مفعول دو میشین در همون صورت که در جمله وجود دارد قرار میذاریمش در جمله باشه. گوش بدین، گوش بدین. یکی از بچه ها میپرسه مگه نگفتی جمله ای که مفعول توشه معلومه؟ من ماله یه مفعولی ها رو گفتم، این الان دو مفعولیه. پس وقتی یه دونه مفعول توشه، پس حتما یکی از مفعولاش رفته نشسته سر جای فاعل، پس حتما مجهول. اوکی؟ ما داریم داستان دو مفعولیا رو توضیح میدیم. توی دو مفعولیا اگر یه دونه مفعول توی جمله باشه 100% مجهول. حتما 100% بعد دو تا مفعول توی جمله باشه که بگیم معلوم. اگه مفعول توی جمله نباشه بازم میشه چی؟ میشه مجهول. گوش بدین، گوش بدین، گوش بدین. خب می‌خواستم مجهولش کنم، گوش بده. خب خیلی کوچیک شد. گوش بده. اللهو که حذف کردم، آدمو میارم، اسماء الحسنا رام میارم. این راند یکشه دیگه. علمه میشه چی؟ بگو. علمه حرکتش میشه چی؟ فعل علمه ماضی یا مضارع؟ علمه ماضی یا مضارع؟ یالا ماضی یا مضارع؟ اوکی ماضی. بچی بهش بدیم. او بگو. علمه. مرسی. خب این راند یک بود، بریم سراغ راند دو. ولکنش نیستیم، میخوایم دوباره مجهولش کنیم. مجهولش کن، بنویس واسم ببینم. بدو. حرکت نمیخواد واسم بذاری. بدو. مرسی.
مرسی دختر، فوق‌العاده است، یعنی دیوونم کردید. اصلا قابل مقایسه با جلسه یک نیستین، قابل مقایسه با یه ساعت قبل هم نیستید. فکر کنم این اسپری که زدم تاثیر داشت، خیلی ضد عفونی کرد مختونو. گوش بده، گوش بده، نام فاعل میندازیم بیرون. حواسا جمعه؟ حواسا جمعه؟ حواسا جمعه؟ یالا ندارم، برو بریم. حواسا جمع، آدم ها میندازیم بیرون، چی باقی میمونه؟ علم الاسماء الحسنا، اینم راند دومش. اوکی؟ آی داره ایمی کجاست؟ ندارمش. آی داره ایمی کجاست؟ خب خانم رحیمی فکر کنم خسته شدن رفت. فاطمه سلیمی کجاست؟ مثبتم میذاریم، گذاشتم اتفاقا، مرسی فاطمه، گذاشتم. مریم شرافت کجاست؟ آیدا کجا بودی؟ آیدا رحیمی تو پیدی بنویسه کجا بوده، بودو. زهرا طاهری هستش. فاطمه میریان اینجا نبودی، 20 بار صدات زدیم، برو خودتی. فاطمه میریان کجایی تو بابا؟ فلج که نیستی نه دیانن بچه ها تا میایین بنویسن، داری تایپ میکنی، کشتی منو. حالا اگه با همونی که خودت میدونی باید تایپ بکنی، دو ثانیه مینویسی. یا ویدا کجاست؟ ویدا، آها، با چه حرف نمیزنی، من میکشم به تو را آخرا. فاطمه هاشمی کجایی تو؟ جواب منو کم میدی. یا فروزان کجاست؟ فروزان جواب منو بده، میکشم تو رو هم. راهیل راهیل کجاست؟ کجایی راهیل؟ چند دیگه جواب میدی؟ این از جلسه دیگه گفتم حرف اول اسمتو گفتم، نگفتی خودم میکشمت. مریم رضامند مرسی. خب دخترا بریم سراغ حل سوال. جزوت کنار دستت باشه، جزوت کنار دستت باشه. خب آقا جون، ما نشاهد و جلسه قبلی حل کردیم، کیا حواسشون با منه؟ جواب بدیم ببینم. یالا کجا؟ آها سینجا، اوکی. خب بریم اونجایی که نوشته نشاهد. خب میخوام با اصلا کاری ندارم چه گزینه‌ای شد، اوکی؟ نشاهد رو میخوایم یه بار دیگه با هم حل کنیم، یکی رو میارم بالا با هم صحبت میکنیم در مورد حل سوالش. آماده باشن همه، برو بریم، 30 ثانیه ای میخوام حلش کنی. بدو 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 نشاهد حل کن ببینم. کی آمادن من صداشون بزنم بیان بالا؟ بودو جواب بدیم ببینم. خب دو نفر، سه نفر، چهار تا، پنج تا، ده تا. خب بودو دست بگیرید،
ویدا شهرزاده بیاد بالا. بیا بالا صداتو داشته باشیم. بودو. بودو. بله صدای ویدا شهرزاده رو بس کنید. نشاهد. خانم شهرزاده. میکروفونتو تایید کن. بودو. صدام هست الان؟ بله صداتون رو با بزرگ عالی داریم. ساده گفتیم که چیکار میکنیم این تستا رو گوش بدید. گوش بدید همه. این تستا رو میخوام حل بکنیم. اولین کاری که میکنیم چیه ویدا؟ اون اسلش رو همه رو به هم وصل میکنیم. و اینکه گزینه یکم اون قسمتی که گفته حروفای اصلیش نه و شه. ویدا جواب سوال منو بده. قسمت راست سوال چیه؟ معلوم. آل تحلیل صرفی قسمت چپ سوال. ببخش من صداتون رو ندارم. قسمت راست سوال میشه تحلیل صرفی ویدا جان. قسمت بل. چپ سوال میشه اعراب. اوکی؟ بله. چپ میریم یا سمت راست؟ از سمت راست. ببخشید چپ. از سمت چپ میریم. صدا تو خیلی اصلا برا من نمیاد. اصلا کم میاد. ویدا از سمت چپ میریم یا سمت راست؟ از سمت چپ شروع میکنیم. چپ میریم. از سمت چپ که میریم توی گزینه سه چی نوشته؟ یکی مجهول داریم یکی مفعول. ولی فعل مجهول آره خب آره. مفعول گوش نداره. بدین دخترها یه لحظه. مرسی ویدا دمت گرم. کافیه. گوش بدین بچه ها. گوش بدین. چند تا تضاد داریم. تضادهای به شدت وحشتناک مهم. گفتیم چی؟ مفعول با چی در تضاده؟ بگو مفعول با چی در تضاده؟ با مجهول. اوکی؟ مجهول با چی در تضاده؟ حتما با مفعول نه؟ آها با فاعل در تضاده. مجهول با چی در تضاده؟ طبیعتا با عرضم به خدمتتون با معلوم در تضاده دیگه. این که چیز طبیعیه. عرضم به خدمتتون معلوم. معلوم با چی در تضاده؟ بگو. معلوم با چی در تضاده؟ نائب فاعل. مرسی عشقا. عالی. اوکی؟ نائب فاعل. عاشق اونی هم که نوشته نائب ده. حواسم باش. اوکی؟ اینها تضادهای خیلی مهمن. گفتیم فعلی که لازم باشه. لازم با چی در تضاده؟ لازم با مفعول در تضاده. مفعول نداره دیگه. لازم هیچ وقت مجهول نمیشه. پس با چی در تضاده؟ با نائب فاعل هم در تضاده. از طرفی لازم با خود مجهول هم در تضاده. فعل که لازم مجهول نمیشه. اوکی؟ تضادها رو کامل همین الان بنویسید. میخوایم بریم سوال بعدی رو حل کنیم. ته صفحه ده صفحه ببخشید من 40 توضیح میدم در حد یک دقیقه بنویسید بچه ها تا من 40 توضیح بدم چطوری حلش کردیم و بریم سراغ حل سوال پایین صفحه. نمیخواد که فعلا بشین اینجا. میتونیم یک کم بیشتر بریم؟ 5 دقیقه درنه. آکی. خب سوال با بچه حل بکنیم.
مثلا با چه رنگی بنویسم؟ این خوبه؟ اگه بشه پنج درش کرد چطور پنج؟ خوبه؟ حالا مثلا بمونش کش بمونش خب دختر رو نوشتین؟ نوشتین؟ جواب منو بدید بودو. خب بریم بالا. خب گوش بدین بچه ها، میخوام 40 حل بکنم یه بار دیگه. این بار میخوام حرفه ای سوالا حل بکنیم. گوش بدین، گوش بدین، گوش بدین، به صدای من توجه بکنید. خب از سمت چپ میریم. سمت چپ نوشته مفاعل و گزینه دو نوشته فعل، مفاعل و گزینه سه نوشته فعل و مفعول و ملازم. یک لحظه بریم اون برای اصلش رو نگاه بکنی، نشته مجهول انگار با منگول طرفه. اوکی؟ مفعول با مجهول در تضاده. تمام شد، گزینه سه هست میشه. گزینه چهار هم نشته مفعول و جمله فعلیه، چیز خاصی ننوشته. بریم سمت راست. سمت راست گزینه چهار رو نگاه کن. نشاهد هست دیگه، درسته؟ نشاهد مال چیه؟ مال نحنوه. نوشته متکلمه وحده. متکلمه وحده یعنی یه نفر. بعد بشه محل خیر. چهارم هست میشه. گزینه یک نوشته حروف اصلیش چیه؟ نون شه. شهده صرف اصلیش نشه هست یا شهده. تموم شد، گزینه یکم هست میشه. بریم بچه ها، وقت میدم. فعل پایین صفحه تو ساعت، این که اون پایین پایینه، تو ساعت 45 ثانیه نه زیاده، 30 تا. برو بریم، منتظرم. هر کی اولین پاسخ سیادات جایزه میگیره. بودو، سه نفر اول البته. بودو، اونایی هم که گزینه غلط بگن خودم کلش نمیبرم. نه شوخی میکنم، هر کی هرچی بلده بگه، بهتر از اینه که هیچی نگه. ده ثانیه گذشت. بودو، خب یه بار دیگه گزینه ها رو بچه ها بگن به من، یه بار دیگه گزینه ها رو اعلام کنن. اوکی سه فرمانی گزینه ها خیلی خوبه، هر چهار تا گزینه رو داریم. خب دوستانی که اول از همه جواب دادن من حواسم بود، علامت زدم جلوی اسمشون. خب من میخوام سوال حل کنم، توجه داشته باشین، توجه داشته باشین. خب تو ساعد داره، درسته؟ از سمت چپ وارد صورت سوال میشیم. از سمت چپ نوشته فعل و مفعول و ضمیره ها. فعل مفاعله هو. گزینه سه چی نوشته؟ مفاعله و جمله فعلیه. فعل و جمله فعلیه ضمیره ها مفعول. اون تاو میبینی توی گزینه چهار؟ زیر گزینه چهار نوشته مفعول. من دوست دارم اون دوستی که گفته گزینه چهار رو ببینمش از نزدیک. اگه دیدمش ممکنه یکم تغییراتی توی سیستم صورتش ایجاد کنم. مگه نگفتم مفعول با مجهول در تضاده، درسته؟ پس گزینه چهار رو هوا پر، درسته؟ گفته بودم سمت راست این تس اسلش یا اگر نوشت. آهان چقدر رنگه خوبه، لل مخا تب، فکر نکن بزنش بره.
گزینه سه نوشته لل مخاطب میزنیش. چرا اگه نوشته بود لل مخاطب میزنیش؟ چون اگه دقت کنی این افعال از توی متن اومدن بیرون. متن هم نیست، متن کنکوره. خب توی متن کنکور هیچ وقت دیالوگ بین دو نفر نداریم که بشه مخاطب. پس مخاطب هم هیچ وقت نداریم. اوکی؟ گزینه سه هم میره. خیلی از دوستان گفته بودن گزینه سه. فکر کنم 70-80% پاسخ هایی بود که تو نگاه اول هست میشد. 3 و 4 هست شد. خب بریم از سمت راست بین گزینه یک. نه بیشتر خیلی ها گفتن گزینه 4. ناراحت نباش، تو تنها نبودی. خب گزینه یک و گزینه 2، توجه. از سمت راست بریم دنبال تضاد بگردیم. اگه دقت بکنی تا گزینه یک نوشته چی؟ من وزن تفاعل. گزینه 2 نوشته مفاعله. تو ساعت از باب تفاعله یا مفاعله؟ از باب تفاعله یا مفاعله؟ یعنی بابا رو بعد از صفر مطلق شروع کنیم. ببین چون گوش بدین ابتدای صورت سوال نگاه کن، نوشته هم توی گزینه یک اصلا باب تفاعل نیست. حالا من چون میده که بابا رو باید خیلی خوب با هم دیگه یاد بگیر. گوش بدین، حالا میگم چرا. اول گزینه یک رو نگاه کن، نوشته مضارع. چی نوشته همه بگن؟ اولین مورد گزینه یک رو چی نوشته؟ بگن همه. اولین مورد گزینه دو رو چی نوشته؟ اونم نوشته مضارع. یه سوال، مگه مضارع؟ منو نگاه کن، ولش کن دیگه، منو نگاه کن. مگه نگفتیم مضارع؟ مضارع از باب تفاعل میشه تفاعل یا تفاعلو، مگه غیر از این نیست؟ حالا اگه بخواد این باشه باید بشه تتساعدو، یعنی دوتا دونه ته داشته باشه. الان این دوتا دونه ته داره یا یه دونه؟ چند تا ته داره؟ فهموم شد. وقتی یکی داره ماشه مال کدوم بابه؟ یتفاعل. مخلصه اون 5-6 تایی هم که گفتن دو. صفحه بزن تمتلک برو ببینم چی کار میکنی. صفحه بعدش ستایش جان، صفحه بعد میری نوشته تمتلک همون تو سا. چشم مهدی جان یه بار دیگه میگم، حالا این سوال بعدی رو تمتلک رو حل کنید. نوشته تمتلک. بله اسم شما نوشتم ستایش جان. خب خانم نعمتی اولین پاسخو دادن، حالا ببینیم درستی یا نه. زود باشید، 5 ثانیه دیگه زمان حل سوال تموم میشه. خانم هاشمی، خانم مارانی، خانم حاتمی، شیرین، آیناز، رومینا، نازنی، ستایش، غزل، مهدیس، فاطمه سلیمی، ارغوان، مبینا، بقیه هم خوابن فکر کنم. دارم به ژاپنی اصیل صحبت میکنم، میگم سوال حل کنید. مریم، بله. بقیه کجان؟ امریکان، نیک، دوستی، بله. محشاد جواب بده، بدو. خانم فاطمه هاشمی، کجایی؟ ویدا کجایی؟ بدو. پریناز کجاست؟ اصلا نیم ساعت اسمشم ندارم من. فروزان کجاست؟ ریحانه کجاست؟ بدو
ریحانه کجاست؟ ریحانه کلاهی. ریحانه کلاهی کجاست؟ ریحان کلاهی خواب. نرگس کلاهی کجاست؟ آخ 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 آخ. ریحان و نرگس غیبت و خوردن خیلی راحت. اله فروزنده، اله فروزنده، خانمای کلاهی خیلی دیر اومدین، شرمنده، غیبت رو براتون گذاشتیم. مهدیس کجاست؟ گزینه بگو مهدیس. اوکی مرسی مهدیس، درسته. برو برین سوالو میخوام حل بکنم، گوش بدین دخترها. کیا با منن؟ کیا با منن؟ بودو بودو، کیا با منن؟ بودو You should tell me me. من بودو. خوبه. تمتله که از سمت چپ بریم یا سمت راست؟ خب از سمت چپ میریم. نوشته فاعلهو. خب گوش بده، یکیش نوشته فاعلهو اذنین. یکی از من پرسی در مورد جنسیت ها با هم صحبت کنیم. گزینه دو نوشته فاعله او زرافه، فاعله او زرافه، فاعله او اذنین، فاعله او زرافه. سمت چپ هر نکته ای دیدی باید بری توی متن چک بکنی. بریم توی متن. نوشته تم تلک زرافه اذنین، تم تلک زرافه از نین. آقا گفتیم فعل اومده، اسم بعدش هم از لحاظ جنسیتی با اون یکیه. از یه طرف بیا خدایی نگاه کن، شاهد از غیب رسید. تم تلک مذکره یا مؤنث؟ یالا تم تلک مذکره یا مؤنث؟ آها مؤنثه. از نین مذکره یا مؤنثه؟ اذنین مذکره یا مؤنثه؟ آها مگه من نگفتم فعل به اضافه اسم غیر هم جنس میشه مفعول؟ بیا مفعولش اینم فاعلش. پس بریم توی تست، بریم توی تست، وقت رو تلف نکنیم. اذنین که نوشته فاعلش چی میشه؟ گزینه یک رو هوا رفت. چهارتو نگاه کن، مرسی مارانی. چهارتو نگاه کن چی نوشته؟ لل مخاطب. چهارتم بر بین گزینه دو و گزینه سه. اولین مورد گزینه دو سه چی نوشته؟ نوشته مزاره، نوشته مزاره. سه نوشته مجهول. خدا ندیده بودمش. سه تا گزینه سه چی نوشته؟ تا گزینه سه چی نوشته؟ به من میگفتن این نکاتی که میگی کجا به درد میخوره. بیا بیا اینجا چی نوشته؟ تمتلک زرافه اذنین. مگه این مفعولش تو جمله نیست؟ گفتم فعلی که مفعولش توی جمله است میشه چی؟ فعلی که مفعولش توی جمله است میشه چی؟ میشه چی؟ یالا خوابین بچه ها. بودو میشه چی؟ وای بالا هر کسی که جواب من نده. بودو میشه معلوم. سه نوشته چی؟ مجهول. این تست تستیه که هر کسی بخواد حل کنه خودشو بکشه. خدای عربی هم باشه 5 دقیقه به وقت بذاره. تو هر گزینش حداقل 6-7 مورد اعلام کرده. 4-6 تا میشه چند تا؟ حداقل 24 مورد، حداقل تا 32 مورد با بررسی بکنه. اوکی؟ بله؟ اونا هم میتونیم بگیم. خب و خیلی خیلی تأثیر گذاره. با همین نکات سوال 2 ثانیه‌ای
حل میشه. زحمت بکش، زحمت بکش. سواله دو تا دونه سوال 45 پشت سر هم داره. اینا سوال شما رو سوال کنکورا، برای من تغییرشو ندادم. سوال 45 اولی و سوال 45 دومی رو با هم دیگه رو هم یه دقیقه حل کن، رو هم دیگه یه دقیقه حل کن و کلاسمون بعدش تموم میشه. بدو بدو. چت رو ما نمیتونیم پایین و بالاش کنیم؟ برید بالا. آره برید بالا، خیلی برید بالا. بازم برید به اینجا که گزینه شماره گزینه گفت. آها خانم زلی خوبه، دستتون درد دختر را. حل شد. سال اول گزینه چند؟ شماره دوتا شماره پشت سر هم به هم بگو، مثلا بگو 41 بگو 23 بودو. سوال اول گزینه چند؟ سوال دوم گزینه چند؟ بودو بودو. اولی نفر متحرهات همین جواب داده، نیلوفر هم گفته، آره ستایش گفته، غزل گفته، نرگس گفته، الهه گفته، ملیکا گفته، یه دونه ای نمیپذیرم، دوتا. فاطمه گفته، فاطمه هاشمی، نازنین ستوده گفته، ملیکا گفته، ارغوان گفته، پریناز گفته. بدو بدو. خب میخوام سوال حل کنم، سوال میخوام حل کنم، توجه بکنی. گفته چی؟ این فعل المبنی للمجهول. اولین کاری که میکنیم چیه؟ اولین کاری که میکنیم چیه؟ خود دایی بگید، گزینه رو ولش کن. اولین کاری که آها مرسی نیلوفر، زیر فعل خط میکشیم. تو علق یوریدون ارسل تشک. خب اولین کاری که میکنیم زیر فعل خط میکشیم. اگه دقت بکنی توی گزینه یک علاوه بر فعل تو علق فعل چیه دیگه هست؟ تحفظم هست. اوکی؟ خب یه سال، تحفظهو خدایی رو هوا معلومه یا مجهول؟ گلد ما هست یا نیست؟ معلومه یا مجهول؟ معلومه. چرا؟ چون ضمیر مفعولی بهش چسب میده. صد درصد مفعولش تو جمله، صد درصد معلومه. خب یه سوال، یه سوال نکته داشتیم، میگفتیم چی؟ اگر فعل مجهول با او شروع بشه رو هوا معلومه یا مجهول؟ اگر فعل ماضی با او شروع بشه رو هوا معلومه یا مجهول؟ میکشتم اونی که نوشته معلوم. رفت، شانس آورد. خب مجهوله دیگه. نه ماضی، ماضی، ماضی اگه با او شروع بشه معلومه یا مجهول؟ سه رو چک کن ببینم، سه رو چک کن ببینم. سه چی نوشته؟ ارسل نوشته. ارسل ماضیه، با او شروع شده، پس مجهوله. سوال چیه میخواست؟ مجهوله. دو ثانیه سوال کن کورم استا. بریم سوال بعدی. تریپ گلابیه، تریپ گلابیه. جمله داده میگه کدوم مجهولش کرده. مجهول ماضی میشه چی؟ او اه. نوشته چی؟ نوشته چی؟ دقت کن منو، یه لحظه جمله رو برام میخونی؟ جمله اولش رو نوشته ارسله، ارسله
معلم الطلبت، درسته؟ خب یه لحظه، این بخ... این میشه چی؟ این میشه فعل، این میشه فاعل. این اسم، این فعل مذکره، این اسم مؤنثه. چه خوشگل، میشه مفعول. مفعولش توی جمله است، گفتین فعل میاد. اسم غیر همجنس رو هوا، مفعول رو هوا مفعوله. اوکی، فعل اومده، فاعل داریم، مفعولم داریم. خب میخوایم مجهولش کنیم. معلمو شوت میکنیم، میخندین ها، معلمو شوت کنیم بیرون. نه کسی جرات نداره معلمو شوت کنه، معلم فقط دانش آموزو شوت میکنه بیرون. اوکی برو بریم، معلمو شوت میکنیم بیرون. طلبت میاد میشینه پیشش، وقتی که میاد میشینه پیشش باید از لحاظ جنسیت با هم یکی بشن دیگه. گفتیم رئیس جمله کیه؟ فاعل. نبود، نائب فاعل. اگه فاعل مذکر باشه فعلش هم مذکر، اگه فاعل مؤنث باشه فعلش هم مؤنث. اگر نائب فاعل مذکر باشه فعل مجهول ما مذکر، اگر نائب فاعل مؤنث باشه فعل مجهول ما هم مؤنث. ا پس میشه چی؟ اول که فعلت ماضیه او رو پس براش بذار، خیالت راحت باشه. ارسلت. چرا؟ طلبت زدی ما، چون ته داره. آره خب با این تفسیر کدوم گزینه هست میشه؟ کدوم نوشته ارسلت؟ ای وای، 3 2 4 بر کدوم گزینه جوابه؟ 98 نظام جدید کنکور سراسری. دخترا جلسه دیگه حداقل 50 تا دونه تست از میکرو طلایی پوکه تستش هم به من تحویل داده میشه. اوکی، 50 تا تست از میکرو طلایی، عرضم به خدمتون کویز، 5 تا دونه تست داریم و سوال، بله از اول بزنید و سوال عرضم به خدمتتون شفاهی هم تک تک میپرسم ازتون. اوکی، به دوستانی هم که بودن و تشریف بردن و نیومدن خبر بدید. من این جلسه، حالا چون جلسه اول آنلاین بود، شاید حالا گفتن یکم سخت گیری نکن، خب ولی من کسایی که بودن سر جلسه رفتن و غیبت کردن که کلن نیم نمرشون کم خواهد شد. اگر اینکه تمام جلسات رو کامل بیان، اگر تمام جلسات رو بیان ما دیگه مشکلی با اون قضیه نداریم، براشون لحاظ نمی کنیم، چون این جلسه اول بود. بگید به دوستاتون 3 غیبت داشته باشین، حذفید از نظر من، نمرتون از نظر من 0. موفق باشین، خیلی خیلی دوستتون دارم، امروز فوق العاده بودین، دمتون خیلی خیلی گرم، خسته نباشید.